کاربران ایرانی فضای مجازی بار دیگه نسبت به حذف برخی از اخبار و تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در اینستاگرام اعتراض دارن و میگن مطلبی که در این پلتفرم منتشر میشه حذف میشه. در این باره گفتگویی داشتم با آقای مهدی صارمی‌فر، خبرنگار علمی مقیم کانادا که رسانه‌های جمعی رو از نزدیک دنبال می‌کنه. آقای صارمی‌فر میگه که رسانه‌های اجتماعی از انتشار و ترویج خشونتمند شدند و برخی از این حذف کردن‌ها ناشی از تغییر متفاوت و تعبیر متفاوت خشونت در فرهنگ ایران و غرب هست. وقتی شما در ایالات متحده یک عالم مثلا سیاسی رو، یک مقام سناتور، عضو کنگره یا هر کسی که در دولت هست رو تهدید میکنید، مثلا تهدید به مرگ میکنید، این مسئله که توسط FBI جدی گرفته میشه. اما در ایران یا در خاورمیانه وقتی مردم در اثر فشار، سختی، مشکلات جونشون اصطلاحا به لبشون میرسه و هیچ ابزار دیگه ای ندارن، میان توی خیابون و شعار مرگ بر میدن، شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای و اینها میدن. این مرگ بر خامنه ای رو در چارچوب در حقیقت قوانین و مقررات اینستاگرام و فیسبوک به عنوان تعبیر تهدید به مرگ برداشت کردن و به این بهانه پست های مردم ایران رو که در حقیقت با دست خالی جز اعتراض زبانی اومدن تو خیابون، کار دیگه نداشتن، رو به این بهانه حذف کردن. آقای صارمی‌فر میگه که یکی از راه‌های مقابله با این سوء تعبیر از شعارهای مندرج در خبرها و فیلم‌های حذف شده رجوع کردن به دادگاهه. برای اینکه فیسبوک یا در حقیقت اینستاگرام رو از لحاظ قانونی به نوعی وادار کرد که جلوی انتشار این پست ها رو نگیرن، ما احتیاج داریم که این به صورت یک کیس در دادگاه مطرح بشه و در اونجا بررسی بشه که آیا اینها، این کاری که اینستاگرام کرده، مشخصا آزادی بیان کاربرانش رو تحت تاثیر قرار داده یا نه. من فکر میکنم چنین کیسی در دادگاه میتونه برنده بشه و میتونه اینستاگرام و فیسبوک رو در معضل قانونی قرار بده، به این خاطر که اینها به اون مردمی که اومدن تو خیابون تشریح وضعیتشون و اون چیزی که در ایران میگذره با اون چیزی که مثلا یک کاربری در یک شهری در آمریکا تهدید به خشونت میکنه یا گروهی رو تهدید به خشونت میکنه یا اتفاقاتی شبیه اتفاق بالتیمور میفته، اینا از یک کیس نیستن، از یک جنس نیستن و میشه به عنوان یک مورد حقوق بشری اینو در دادگاه مطرح کرد تا محدودیت قانونی رو برای مردم ایران برداشت.